سلام و عرض ارادت. آقا موشکاف امشب تو نخ تلسم خورد خاک شیر شده علی گداست. بابا کار به جایی رسیده که شیخ فری میاد توی تیبریش مرجع تقلید شیعیان جهانو دست میندازه. این هاش این حرفای شیخ فری تو جشنواره فناوری و ارتباطاته. چرا این همه در تزلزل هستیم؟ فکر میکردیم اگر ویدیو وارد کشور شود ایمان جوانان پر میزند. سالهای اول انقلاب دغدغه ما این بود که مبادا یک دستگاه ویدیویی وارد کشور شود. دیدیم آمد و به همه خانه ها رخنه کرد و بر ایمان جوانان اثر منفی نگذاشت. درسته که رسانه های نظام و از جمله خود تیبریش این تیکه از حرفای شیخ فری رو قیچی کردن، اما اصل داستان سیخی بود که فرو کرد تو جیگر عظما. رخنه رو داشتید؟ دیدید حسن بنفشه چجوری جلز و بلز سیدلی از رخنه فرهنگی رو مسخره کرد؟ با مسائل فرهنگی شوخی نمیشه کرد، بی‌ملاحظگی نمیشه کرد. اگر چنانچه یک رخنه فرهنگی به وجود آمد، مثل رخنه های اقتصادی نیست که بشود جمع کرد، پول جمع کرد یا سبد کالا داد یا یارانه نقدی داد. حالا ممکنه یکی بگه بابا این شیخ فری دنبه کوسه است، هر وقت پاش بیفته یه میشگونی از جسم ناقص عظما میگیره. باشه، اصلا شیخ فری رو میذاریم کنار. آقا این زهر لاکردار کاری کرده که شربت مداری هم واسه سیدلی شاخ شده. بفرمایید، ورق پاره کیهان و جفتک شربت مداری به پک و پهلوی عظما. این که کسانی بگویند چون مذاکرات تحت نظارت کلی رهبر انقلاب انجام می شود پس نباید هیچ دغدغه‌ای داشت، تحلیل دقیقی نیست. فرماندهی سپاه اسلام در دو نبرد بدر و احد با پیامبر بود، اما دو گونه رفتار سپاه خودی باعث شد سرنوشت این دو نبرد متفاوت از هم باشد. در جنگ جمل و صفین نیز فرماندهی با امیر مؤمنان بود، اما به اعتبار عملکرد متفاوت برخی فرماندهان میانی و لشکریان این دو جنگ پایان متفاوتی پیدا کرد. از کش سایدنهای تاریخی این شربت بداری که بگذاریم، اصل داستان چیزی نیست جز جفت با گرفتن دلواپسان نظام واسه ولی امرشون. یه تلس شگستگی میگفتی، یه تلس شگستگی دیدی، خاک تو گورت علی گدا، این اقتداره یا عبدالخیار؟ بله، بعد از یه نگاه همچی کوچولو موچولو به تلس شکستگی ولایت، حالا بر میگردیم به شیخ فری و تازه ترین قنفوزای بنفشش در باره ماهواره و آزادی و باقی قضایا. بعدها قصه دیگری شروع شد که با ماهواره ها چه کنیم؟ اگر خدای نکرده تلویزیون من با دیش مخفی و آشکار شبکه دیگری را بگیرد، در جوانان ایرانی چگونه ایرانیت و اسلامیت میماند؟ آمدیم و در پشت بام‌ها و بالکن‌ها با آن مبارزه کردیم، اما تأثیری نداشت. طوری از گل دگر کردن 35 ساله نظام حرف میزنه که هر کی ندونه فکر میکنه این یارو از کره مریخ اومده. البته دو قدم بعد اصل داستانو بالا میاره. حتی کشورهای پیشرفته هم نسبت به مسائل امنیت ملی خودشان دغدغه های خاص خود را دارند. ما در زمینه سیاسی مصلحت ما فقط امنیت ملی و اسرار ملی است و نه چیز دیگر. آخه بنفشک، مگه تو همین 35 سال به اسم اسرار ملی و امنیت ملی خون مردم رو تو شیشه نکردی؟ حالا چی شده؟ فکر کردی با جدا کردن آزادی مجازی و این حرفا میتونی جون سالم به در ببری؟ ببینم حرفای امام گربه گوری تو یادت رفته. ما آزادی میخواستیم یا آزادی در پناه اسلام ما میخواستیم؟ ما اسلام میخواستیم، اسلام هم آزادی دارد،
اما آزادی بیبندوباری نه؟ بله، اون کفن پاره الان داره تو جهنم همینجوری جلد و بلز میکنه و از راه دور واسه کوسه و شخفری و سوپاپ اعتدالیشون رتلشون میکشه. نباید به خودتون بیایید که دیگه تو روزنامه‌تون غلط‌ها رو نکنم. روزنامه‌ها میخوان که من یه وقت صدام در بیاد همشون را ببندم. آره نمیگیرید. مکرر من گفتم بهشون چرا نمیگیرن جلو روزنامه‌ها را؟ من بگیرم جلوش را. راستی موشکاف یه فیلم دیگه هم از اون دجال گوربه‌گوری پیدا کرده. اینو یادتونه؟ زبون حال خرمهره‌های نظامه. مردم ایران بیدار باشید، مسلمین بیدار باشید. اگر خدای نخواسته خللی واقع بشد در این صفحه فشرده مسلمین، در این صفحه فشرده ملت ایران، خطر در پیش است. فشرده کجا بود؟ کدوم فشرده؟ بیا ببین صفحه پسمونده‌هات شده یه چیزی تو مایه های فیرینی. اما اینا رو بل کنی، خطر در پیش است، خطر در پیش است، اصل حرف همین است. Check out.